هموطنا عزیزم، در این چند روز شدت جنگ در پنجشیر به اندازه بود که یکان دفعه آدم فکر میکرد که سنگا آب میشه. فکر میکردی که شاید زمرد عظمی به وجود آمده. سعی کنین. در 4 روز اول جبهه پنجشیر تفوق داشت، به اندازه زیاد. اینا تانستن که در حدود 3000 طالب اسیر بگیرن. جهاد کنن زیاد آمده به خاطر جهاد. بلا سای که بلا سای که صدها تای دیگه زخمی و صدها تای دیگه کشته. شما سعی کنین به اینی صدایی که ثبت شده که عظمی جبهه پنجشیر طالبا به مرکز خود چی میکنن آوال میتن. میگه مولایی صاحب که جا 10-12 هزار نفر را این نکنی و بسیار سالای جنگ ما برده نمیتنیم، ما مجبور به تسلیمی میشیم و شدن هم مسئله من با نگو بچه تله جلی طول مچایگی مرسو دل تا تاها دل کدر خبر ده یا پویزم مرنی به کم سر رازی ده خدای بخاطر زمان کو وقت برسه جا موتر با تو خراب شد ده این افاد گروپ پاده ده کم کمک و نکری مجبور تسلیم شد. بسیار زیادش حتی ما شنیدم که بچه پنجشیری در کدام چیز صدا میکرد در کدام رادیو که ما میخواهیم که پین مولایی دست خود در قرآن بانه که ما که تأثیرها چی کنیم که ما یار گناهکار نشیم اگر بکشیم. گیریه میکرد که ما 3000 نفر گرفتیم، ما خال 3000 نفر کشته نمیتونیم، نگام نمیتونیم. یعنی دونو حالت استرارم هموطنهای ما در جبهه پنجشیر اینه قدر با صبر و حوصله و انسانیت به یک قضیه دیدن. یعنی در او حالته که بسیاری ها میگه او خامده حمله کده تیرش که از دم مرمی، اما این مردکه گیریان میکد که ما ملاب مولایاب 5 نفرش دست خود در قرآن بانه برای ما بگه یک از روی قرآن که ما باید چی کنیم. ولی در روز پنجم قوه های به شمار با پنجشیر میرسه. و حتی در امو وقت هم یک مقدار از این قوا در محاصره می باشه که تیارهای پاکستان از میدان هوایی پارشنار می خیزه و جبهات در پنجشیر پی هم بمبارد می کنه. در اینی وقت است که امی پله ترازوی جنگ به نفع طالبا دور می خوره و جبهه پنجشیر از هم
متلاشی میشن. در جنگ اتو نیست که کلگی ببره، یک طرف میبره یک طرف میبازه. مردمای اوشار مردمایست که پیش از جنگ زمین سازی میکنن، آینده سنجی میکنن، آینده نگری میکنن که اگر جنگ شوه نبازن. اول خود جنگ نشه، اما اگر شد نبازن. و باز وقتی که جنگ کردن اگر باختن، مردمای اوشار اعتراف میکنن، میگن که ما باختیم، اینا برد، اینی غلطی های ما بود. در افغانستان مردم اعتراف نمیکنن و آینده نگر هم نیستن. جبهه پنجشیر یک جبهه بود که در همی آخری وقتا با وجود آمد. سعی کنین شما پاکستان از 20 سال به این طرف، حتی از 30 سال به این طرف، اولادک های خرد یتیم افغانه اینی رقم تربیه میکرد. نسل پس ده جهاد، جهاد ستاوی جهاد چې د الله تعالی دین او د الله کلمه چې دی نو په ټولو خلکو باندې د پاره شي، ځکه الله فرمایي چې تاسو د دې خلکو سره جهاد وکئ د هغه پورې حتی راتکونه فتنه، چې تر دې پورې چې شرک او کوپر او فتنه چې دا په جهان کې پاتې نه شي. امراتین یا یو زنانه د پاره چې د هغې سره نکاح دغو دپاسه دې ته څه نوم ویلی کېږي؟ کلاشنکوف. بل ساده پښتو کې موږ دې ته څه نوم وایو؟ ماشین. دا د څه شي لپاره موږ راغستی دی؟ الله دین دی پاره. دی پاره د او د کوم خلکو سره نو بده باندې موږ تاسو ولو کافر کافر. او امراتین یا یو زنانه د پاره یا تزوجها دستی ګرنی دستی من لاسی بم دا د څه شي لپاره استعمالیږي؟ شانس دې طریقه کار تاسو معلوم دی؟ کړی دا کړی تیو باسي بیا بس کې میں میں گزارے آؤ بیا بچا کے سمجھ شام بس ہاں منصور اپا منصور دی دسنے میں رکھی در کم سے جوڑا ہے چین جو چھوٹا سے کئی شپاگ کین دس چھپے کئی سنگ ہے نیسی دس شام بس فوالا رہتا پیڑا زوکا آسی ہونی سے بورتا رہتا جهاد څه ته وایي، کافر څوک دی، دا کلشنکوف څه کوو، که تازی کلشنکوف د کلی کافرها میزنیم، کافر چیز، اینی بم است، اینی کلشنکوف، اینی اولادک ها را یاد دادن که اونو اولادک هاست که آله، اینی طالب هاییست که در سرک ها میگردن. یعنی اینا با اونمون نفرت کلایشان شده شد، در دستشان تفنگ از خورترکی داده شد. ما در چی مصروف بودیم؟ کلگی ما در عروسی های 2-3 هزار نفری در زندگی های خوب در سایل و ساتری و نکتایی و دریشی و پیران و مینجو همین نتیجهش بود. ما سالها گیران کدم بارها که اون مردم اینه تی یک روز آمده نیست و لا ذره و ذره خط و خط به شما گفتم. اما مردم ایره چطان نسنجیدن، در کله خودم نگرفتن، این آله انوزم یا نمیفهمن که ما را کی گرفتن؟ ما را پاکستان گرفتن. یعنی باید حال در روی میزای خود بیرق طالب کت بیرق پاکستان باید یک جای بانیم. بیرق سیاه و سرخ و سبز خلاص شد، اینی بیرق سفید طالب لا اله الا الله محمد رسول الله کت بیرق چی مهتاب ستاره پاکستان است در رنگ سبز. شما قار میشین او نه 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 هیچ وقت هیچ شده بادار گل امو شده. به نظر ما آل دیگه وقت است که دیگه جنگ اوسو بمانیم. ما تقریبا یک ماه پیش یا 3 هفته پیش آمدم گفتم دیگه جنگ بس بیایی دیگه از یک وقفه به خود بدیم. یکی آدم وطنهایم آمدن انتقاد کردن که آقای عیار خود جبهه پنجشیر ضعیف نساز رویشانه، نگو که جنگ نه، نگو که بیایی که وقفه بدیم. ما فکر کردم که والا راستی من همیجا کدام کار غلط نکده باشم، بنان من کوشش کردم که یک کم دورتر از این قرار بگیرم. اما غیر مستقیم من گفتم در یک برنامه ایم دمی 2 هفته پیش گفتم که
پنج شعر دیگه پنج شعر نیست. سه شعرش با احمد شاه مسعود شهید شده. یک شعرش تبحر نظامی بود، توانمندی نظامی، توانمندی سیاسی شعر دوم بود و آمریت، آمریت در جنگ. مسعود آمر بود، وقتی که یک پنج شعر میگفت خدا پرت و در دریا خدا من دا. اما حالا دیگه کس نبود. احمد مسعود تجربه جنگی نداشت. در کدام جنگ احمد مسعود اشتراک کرده بود؟ در جنگ احد، در جنگ خندق، در جنگ بدر، در کدام، در جنگ خیبر، در هیچ کدام. هیچ تجربه جنگی نداره. تجربه سیاسی، هیچ تجربه سیاسی نداره. حتی بنیاد مسعود اگر ببینین به شکل موفقانه امینا پیش برده نتانستن. اما تنها چیزی که بود که پسر قهرمان ملی بود، کلاگی کلای پدرش در سرش ماند که استاد شد. رحمت به شیر مادرت احمد مسعود که تو دیجه استاد شدی. رحمت به روان پاک پدرت که تو دیجه استاد شدی. دهی سن و دهی کم تجربگی و بسیار خوب درخشیدی. یعنی مگه پایت گوش کردم، بیانیات تا گوش کردم تمامش، بسیار نام خدا خوب بود. اما اگه یادت باشم ما 4 سال پیش در یک برنامه برای خودت یک پیغام فرستادم، گفتم احمد جان ما دل میسوز اگه تو در خط اول بیایی، حداقل 10 سال در خط اول نیا، به خاطر که خط اول بسیار ملوث شده، تو تجربه نداری، دامنت چتل میشه. او رفیقهای پدر خودت که بود در او زمان و مردمایی بود که از یک کپ تو زیادتر نمیشناختن، ایمان داشتن، نان نداشتن. آل ای رفیقای پدرت نان دارن، ایمان ندارن. 20 سال شد که اینا قصر نشین شدن، پیسه دوست شدن، قصرها داشتن در کابل، در اوجه، در خارج، در دی و دیگه از او آلت ایمانداری خلاص شدن. و تنها بگر بیادرم یه عکس قهرمان میلی ردم یه دیوال دیگه نمقدر دیگه کدام چیز دیگه ندارن. او وقتی که احمد شاه مسعود بود، او توانمندی سیاسی، توانمندی نظامی و انسجام و آمریت، ای سه شعر بود که در وجود احمد شاه مسعود تبلور کرده بود. او را نه خود داشتی نه هیچ کس دیگر. اما واقعا اگر تو را مقایسه کنم با کلانایی که در پنج شعر بود، از 99%شان که در خودت هم هوشیارتر درخشیدی، هم با ایمانتر درخشیدی. تشکر که تو دمی سالا هم ایمانداری پدرت احترام کردی، چوکی نگرفتی، خود نفروختی، قصر نشین نشدی، یک زندگی بیالایش داشتی. مادرت باید افتخار کنه به سرت، روان پدرت باید افتخار کنه و هر کسی که میشناسیت. اما به نظر ما احمد مسعود دیگه از این میدان برای اگه دیجا ما برد ببینم برات میگم دیجا برد نیست جنگ. اما تر که اینی گپ زدی انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون، برای کسایی که دیجه شهید شده بود که روانشان شد، باید که کلگی ما برای جنگ بگوییم که انا لله و انا الیه راجعون، یعنی که یک فاتحه برای جنگ بگیریم دیگه جنگ نکنیم. آیا می طالب ها نفرهای مطلوب ها؟ همی ها کلش بی سواده. این امینا درس نخوندن، مکتب نخوندن، تنها جهاد ستوایی، جهاد ستوایی، این ما قیاد دارن. اما اگر اینه میره بمانیم، آیست آیست دمی قات از یا میگان تا نفرکای اوشار پیدا میشه، آیست آیست ما شما میتانیم به خوبی کت از امی یک مشوره بتیم. حال اینه میال حکومت از یا یک حکومت یک جانبه مطلق انان افراطی اسلامی است. اما ما دمی 20 سال بین 40 سال جنگ کردیم یا 45 سال. دمی 45 سال دستاورد ما چی بود؟ دستاورد ما چی بود؟ از این قاتل گرفتیم به او قاتل تر دادیم، از این خائن گرفتیم به او خائن تر دادیم، از این وطن فروش گرفتیم به او وطن فروش تر دادیم. برای ما چی شد؟ هیچ. اونو کاکا میلیونر شد صحیح است به نام نماینده تاجیک، اون دیگه میلیونر شد به نام نماینده هزاره، اون دیگه به نام نماینده ازبک، به نام نماینده پشتون. اما پشتون یک زندگی خوار بخور نمیداره، تاجیک هم تو، ازبک هم تو، هزاره هم تو، ایماق، بلوچ، ترکمن، کلگی ما بیان دیگه میاد به اولاد خود رحم کنیم، به خود رحم کنیم دیگه، پیش هر مرمی اولاد خود نپرتیم. سعی کنین. عطا احمد مسعود چی میگه؟
شهادت هموطنان و فرزندان صدیقی سرزمین را خدمت خانواده محترمشان و ملت شهید پرور افغانستان و ملت شهید پرور افغانستان و ملت شهید پرور افغانستان تبریک و تسلیت عرض میکنم. ملت شهید پرور به کمی پرورش شهید اعلا کنیم. بیایی همه قدر بحث از میکل جنت هم و شما پر کردیم. بیایی که از این که ملت گوسفند پرور باشیم، ملت گندم پرور باشیم، ملت زردالو پرور باشیم، ملت گوش قاخ پرور باشیم، بیایی که ملت درس پرور باشیم، بیایی که ملت موسیقی پرور باشیم، بیایی که یک کار دیگه کنیم. همی پرورش ما تنها چی می پرورانیم؟ شهید. والا شهید شهید شهید. همو شیر حافظ است که عالم پرز شهیدان فتنه شد، ترک مرا خدنگ بلا در کمان انوز. او مصرع اول، البته او مانای شهید فتنه منظورش نیست، عالم تمام پرز شهیدان فتنه، یعنی از او فتنه چشم معشوقه خود کل شهید شد. ترک مرا خدنگ بلا در کمان انوز. اما همین بخش اول، مصرع اول اگر بخوانی، عالم تمام پرز شهیدان فتنه گشتیم. هر کس که میمره کمونیست شهید، که دوست شهید، که خائن شهید، که رقاصه شهید، که هیچ همی شهید 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 بیگه همی شهید شهید بازی را بمانیم، همو جنت را بانیم که دمو یک ذره جای برای مردم دگان باشه. ولی همی شهید پرور اوغان اوغان شهید پرور شهید 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 یک رقم همی شهید بد آدم میاید. خدای ما رو شهید نکنی، بانی که با ما عمر خود تا آخر باشیم یا خدمت به خود و اولاد خود به این مردم بکنیم. بنانم و تنایزم، ما دیگه موقف ما بر جنگ و ترغیب هم و تنها بر جنگ خلاص شده. ما دیگه در برنامه های خود مردم ترغیب بر جنگ سیاسی و نظامی نمی کنم. ما هم و تنهای خود ترغیب به این می کنم که معلومات پیدا کنن، اسلام را بفهمند، امی ادیان دیگر را بفهمند، امی دنیا را بفهمند، تاریخ را بفهمند، جغرافیا را بفهمند، انسانیت را، مهربانی را، شفقت را. ما دیگر از این بابات زیادتر به امی تمرکز میکنم. برای ما دیگر جنگ انا لله و انا الیه راجعون، یعنی مرد و خلاص شد. شریک کنین برنامه را. خداحافظ شما.